بله خانم، مشکل چیه؟ از خیابون نمیتونم رد شم. تو از یه خیابون نمیتونی رد شم؟ هارمان متوجه نیستی دستم حنا دارم. این کجاش مشکل داره؟ بیا بغل میکنم و میبرم. نه خیلی لازم نیست بغل کنی، خودم میتونم بیام دوباره. بذار اینجا. ببینین خاله، دخترم آلبوم عروسی تو و تارا رو. گوش کن، راس ساعت 8 حاضر باش. این قلمت راس ساعت اینجاست. والا از هیجانت به نظر نمیرسه. من تا ساعت 8 شب باید منتظر بمونم. تو میگی زمان اینجا متوقف کنم؟ آرمان تو داره دیرید میشه، باید همین الان بری سر کار. تو میتونی دوباره برگردی و بیای پیشم. خدافیز. باشه، به سلامت. خدافیز. سلام علیکم مادر جون، خوبی؟ اینو ببینید چطور شده. به به، چقدر حنای دستت خوشگل شده. مگه نه؟ اگه به آرمان باشه تا قیام قیامت هم میخواد دستم حنا باشه. راستش این کارو اصلا به آرمان نمیاد. مگه شما زوج تازه ازدواج کرده این؟ دختر جان این حرفا رو ولش کن. ببین من دارم آلبوم عروسی شما دوتا رو میبینم. وای خدا چقدر خوش گذشته بود. این خواننده که اومده بود خیلی صداش قشنگ بود. غزلای مهدی حسن رو چقدر زیبا خون. جشن رو خیلی باشکوه کرده بود. مراسم حنایی من به ایتون خوش نگذشته بود؟ اونجا که خواننده خوبی آهنگ خوند. نه بابا دخترم، مراسم حنایی تو که بیشتر از مراسم تارا خوش گذشت. همه چی خیلی خوب بود. اما خاله همیشه یه جوری میگین انگار خانواده تو رو جشن خیلی بهتری برگزار کرده. همون آلبومو داشتم تماشا میکردم. مادر جون آرمان داره زنگ میزنه، من حرف بزنم برمیگردم. باشه. ولی این آرمانو درک نمیکنم. همین الان تارا رو رسوند و رفت. انگار غیر از زنگ زدن به تارا کار دیگه ای نداره. و یکم فرهانه اصلا نمیدونه زنش زنده است یا مرده. اینجوری نگو، خیلی زشته. به هر حال خاله من میرم به کارای خونه برسم. چارا که قبل از یه ساعت حرف زدنش تموم نمیشه. باشه درسته، برو. پسرم مثل شاهزاده ها شده، خدا بهش عمر طولانی بده. حمایتتون رو نشون بدید، لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دمه هرم دون